پس از بازگشایی مکاتب خصوصی در افغانستان، شرایط به منظور در نظر گرفتن دستورات صحی برای دانش آموزان حین رفت و آمد به مکتب به یک امر مهم تبدیل شده است. سازمان جهانی مهربانی در دومین سال حمایت از این کودکان که روزگار جزی از اطفال شاقه در شهر کابل به حساب می شدن، برنامه آگاهی دهی در مورد رعایت موارد صحی را به آنان ارائه کرده است. پس از اینکه مکاتب خصوصی در افغانستان دوباره به فعالیت شروع کردند، سازمان جهانی مهربانی هم به این نتیجه رسید که چطور بتوانند به شاگردان مهربانی موارد صحی را بیاموزانند تا اونا متوجه صحت خود باشند. این سیمینار با سخنان ارزشمند عبدالرحیم پوپلسی، یکی از دکتران شفاخانه 400 بستر کابل، پیرامون موضوعات صحی در شرایط پسا کرونا آغاز گردید. هرچند بار و بندیل قرنطین در افغانستان به پایان رسیده است، اما دکتر رحیم معتقد است خطر ویروس کرونا هنوز هم در کشور وجود دارد. افغانستان هم زیاد مبتلایان به ویروس کرونا داشتیم و خطر تهدید از اینها در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر خیلی ها زیاد بود، چون افغانستان یک کشور هست، مردم ما سطح آگاهیشان پایین هست، سوادشان پایین هست، از او خاطر خیلی ها تهدید میکنه افغانستان و مردم افغانستان که مصاب به ویروس و کرونا شود و تهدیدها نسبت به قبل حال تهدیدها خیلی ها کم شده و کاسته شده، از او خاطر تهدید حال کم هست و ما ایرا به ایمانا نمیگیم که کاملا تهدید نیست، محدودیت ها رفع شود و همون مثل سابق یک زندگی کنیم، ولی یک زندگی متفاوت‌تر می داشته باشیم. این دومین سال است که سازمان جهانی مهربانی کودکان خیابانی را حمایت می کند. اینها روز همانند هزاران کودک دیگر در پی خرج و درآمد روزگار خانواده ایشان از روی ناچاری به خیابانهای شهر می رفتند. اما اکنون با حمایت سازمان مهربانی توانستند در جایگاه نخبگان مکاتبشان تکیه زنند. با این وجود نثار احمد بهاوی، مسئول سازمان مهربانی در افغانستان، چنین میگوید: لطف کنین شاگردان مهربانی و تمام اطفال که کار شاقه میکنن و با صدها مشکلات روبرو هستن، حمایت کنین، تشویق کنین، تقدیر کنین تا اونا با آینده افغانستان تلاش کنن، خوب درس بخوانن. و قسمی که شما در تصویر دیدین، تعداد کودکای مهربانی یا کودکایی که کار شاقه میکردن کنان سازمان جهانی مهربانی و مکاتب خصوصی معرفی کردن، ما دوست داریم تعداد از شاگردان زیاد شده بره. هرچقدر ما تعداد شاگردانی که در خیابان ها کار میکنن اونا رو تشویق کنیم به مکتب روان کنیم، ما مطمئن هستم که ما یک آینده روشن از کشور خود خواهیم داشت. برنامه با حضور خانواده های کودکان مهربانی برگزار گردید و در اخیر برای هر یک از دانش آموزان غرض ترغیب بیشتر به دروس محولهشان از سوی سازمان جهانی مهربانی کمک های نقدی صورت گرفت.